سرخط خبرهای تازه از افغانستان و جهان. هلال احمر افغانی یگان نهاد غیر وابسته در کشور. تا کنون هیچ گروه مانع کمک رسانی این نهاد نشده است. پیشبینی شدت یافتن جنگ در قندهار. پنتاگون: پیروزی در جنگ افغانستان در پرده افهام است. انتخابات و چالش های در پیش رو. برخی از رای دهندگان در انتخابات شرکت نمی کنند. اعلام کمک فوری به سیلاب زدگان پاکستان. 14 میلیون تن منتظر کمک هستند. به نام یاد پروردگار جهان، با عرض سلام و شب بخیر به دومین مجموعه خبری از نگاه خوش آمدید. امروز پنجشنبه 21 اسد سال 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 12 آگوست سال 2010 میلادی. در این مجموعه خبری من جواد سروش، علی افتخاری و مصطفی مهرزاد خبرهای این ساعت را تقدیمتان می کنیم. نخستین خبر را با پیشبینی افزایش خشونت و جنگ در قندهار آغاز می کنم. یک مقام آمریکا پیش بینی کرده است جنگ در ولایت قندهار تا پایان امسال شدت بیشتر خواهد یافت. در همین حال یک مقام پنتاگون روز گذشته اعلام کرد که پیروزی در جنگ افغانستان مبهم است. قرار است تا 2 ماه دیگر دستاورد ناتو در جنگ افغانستان طی کنفرانس در پرتغال بررسی شود. علی طاهری با جزئیات بیشتر. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن و متحدان او در افغانستان تا پایان سال جاری باید دستاوردهای خود را مشخص کنند. رهبران آمریکایی میگویند با وجود پیشرفت‌ها در جنگ افغانستان نباید مردم آمریکا منتظر نتایج زودرس این جنگ باشند. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده عمومی نیروهای ناتو، در تلاش است تا توجه مردم آمریکا را برای انعطاف‌پذیری در جنگ علیه شورشیان طالب در افغانستان جلب کند. قرار است آقای پتریوس در برنامه‌های تلویزیونی تا حدی به مردم آمریکا اطمینان دهد که این جنگ یک ضرورت است. گمان می‌رود که پتریوس از تقاضای فرستادن نیروهای بیشتر در جنگ علیه شورشیان خودداری کند، زیرا او می‌داند که در واشنگتن به این تقاضا توجه چندانی نخواهد شد. آقای پتریوس گفته بود که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان طولانی مدت است. در همین حال دیوید ریچاردز، فرمانده نیروهای بریتانیا، نیز به این باور است که جنگ در افغانستان نیاز به مدت زمانی بیشتری دارد. این در حالی است که در سال آینده میلادی روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان آغاز می‌گردد. پیشتر گفته می‌شد که نیروهای امنیتی دولت تا پایان سال جاری به تامین امنیت برخی از مناطق افغانستان قادر خواهد شد. اما شماری از دیپلمات‌های غربی به این توانایی نیروهای امنیتی دولت شک دارند. گزارش هم از ولایت بغلان. مسئولان کمیسیون انتخابات در ولایت بغلان میگویند احتمال می‌رود در برخی از مناطق این ولایت مردم در انتخابات شرکت نتوانند. ولسوالی‌های بغلان مرکزی، دهنه غوری و تاله و برفق از مناطق است که با نگرانی‌های امنیتی مواجه است. مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند اگر در روز انتخابات امنیت این مناطق تأمین نشود، مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد. زکریا ناصری از ولایت بغلان: تأمین امنیت انتخابات از چالش‌های اساسی این پروسه است. نگرانی‌های وجود دارد که ممکن در شماری از مناطق ولایت شمال هم برگزاری انتخابات به دلیل ناامنی‌های فزاینده مختل گردد. افزایش ناامنی‌ها در ولایت بغلان و حضور مخالفان مسلح در این ولایت کمیسیون مستقل انتخابات و مردم بغلان را نگران کرده است. هرگاه اگر امنیت تأمین نباشد، هیچ انبتنی ما حاضر برای دهی نخواهد بود و امکان ازی داره که مراکز رایدهی که تحت امنیت عمومی قرار داشته باشه و بسته باقی خواهد بود. باشندگان ولایت بغلان هم از نبود امنیت در این ولایت نگرانند. مردم از نامزدان انتخاباتی نیز شکایت دارند که با نصب بی‌رویه تصاویر و اوراق تبلیغاتی نامزدان، نمای شهر پلخمری را نیز نامطلوب ساختند. فعلا همچنان از طرف شب و روز تمام شهروندان شهر پلخمری از صدای تئوراها از فیر تمامشان آرام نیستن. امنیت وجود به کلی نداره. دیگه ما نمیتونیم که انتخابات را برا بندازیم. به خاطر اینکه در صورتی که امنیت نباشه چه رقم یک وکیل میتونه خودش کاندید بکنه؟ در همین حال مسئولان امنیتی ولایت بغلان از برنامه‌های منظم امنیتی
برای تامین امنیت مناطق ناامن در این ولایت اطمینان می‌دهند. این مسئولان می‌گویند توان آن را دارند که در روز انتخابات امنیت ولایت بغلان را تامین کنند. نیروهای امنیتی مشترکاً پلان‌های منظمی دارند که پلان‌های تدابیر امنیتی به خاطر سایت‌های انتخابات و اجرای انتخابات تا هر وکیل محترم ما بتانه آزادانه به صندوق بانن و به آرای خود مراجعه کنه و مردم برن آرای خود استعمال بکنن. به گفته آقای رحیمی بعضی مناطق ناامن وجود دارد و تا روز برگزاری انتخابات هر گونه نگرانی ها در این زمینه مرفوع خواهد شد. گفته می شود اگر ارگان های امنیتی و مسئولان دفتر انتخابات برای برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف در این ولایت کوشش ننمایند، ممکن است برگزاری انتخابات در ولایت بغلان با اما و اگر فراوان مواجه گردد. در کمین مخالف